آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مردم آفریقایی تبار پیامی صادر نمود. گوترش در پیام خود گفت هر ساله ما روز جهانی مردم آفریقایی تبار را به خاطر تنوع میراث و فرهنگ آفریقایی ها و کمک های فراوانی که آنان به جوامع بشری در طول تاریخ داشتند جشن میگیریم، ولیکن با این وجود هنوز شاهد آنیم که میلیون ها نفر از مردم آفریقایی تبار در سراسر جهان در معرض نجات پرستی و تبعیض های ریشه دار و سیستماتیک می باشند. از این رو سازمان ملل همگان را دعوت می کند تا به حقوق بشر و آزادی اساسی انسان ها بدون توجه به نژاد و رنگ پوست آنها احترام بگذارند و در صورت نقض حقوق بشر و آزادی انسانها جهت جبران خسارت وارده به این افراد کوشش کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدید خود میگوید بازداشت تبعیض آمیز گروه‌های مسلمان در منطقه خود مختار اویغور سینکیانگ ممکن است جنایت علیه بشریت باشد. دفتر میشل باشله دبیر کل حقوق بشر سازمان ملل گزارش خود را درباره موارد ادعای نقض حقوق در منطقه خود مختار اویغور سینکیانگ در غرب چین منتشر کرده است و درخواست های پکن برای پنهان نگه داشتن گزارشی را که به کشمکش برای نفوذ دیپلماتیک با غرب بر سر حقوق اویغورهای بومی منطقه و دیگر گروه‌های قومی عمدتاً مسلمان دامن می‌زند نادیده می‌گیرد. خبرگزاری یورونیوز گزارش داد مارتین گریفیس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه می‌گوید با افزایش فقر در افغانستان قحطی 6 میلیون نفر از شهروندان این کشور را تهدید می‌کند. وی همچنین خواستار اختصاص 770 میلیون دلار کمک مالی به افغان‌ها برای گذراندن فصل زمستان شد. به گفته او افغانستان با چند بحران از جمله بحران انسانی، گرسنگی، بحران مالی و اقتصادی و بحران اقلیمی روبرو است. والی بخش نینوای سنی های تندروی داعش کشته شد. سایت اطلاع رسانی رسمی هشت و شعبی اعلام کرد که یگان مشترک اطلاعات و عملیات این نیرو در استان نینوا به همراه سه تیپ الهش توانستند با ایجاد کمین در منطقه ابوسیف 5 تروریست از جمله به اصطلاح والی بخش نینوا در گروه داعش ملقب به ابو اکرم را به هلاکت برسانند. لازم به ذکر است منطقه ابوسیف در نزدیک مرکز ایست و بازرسی الغرب در جنوب شهر موسل مرکز استان نینوا قرار دارد.